یک روز تا یک گام جدید ایران در کاهش تعهدات برجامی. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف میشه. یک روز تا 5 اسفند و کاهش دسترسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای ایران. دیروز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران آمد به دعوت خودش و در ادامه همکاری های همیشگی ایران با آژانس. او در بازگشت از این سفر یک توافق هم با خودش برد. ما تصمیم گرفتیم که این تفاهم دو جانبه را داشته باشیم برای اینکه به بهترین شکل ممکن این دوره را بگذرانیم بدون اینکه آژانس توانایی‌های راستی آزمایی و نظارتی خود را از دست بدهد. اگر شما پروتکل الحاقی را با این تفاهم موقت مقایسه کنید، تفاوت‌هایی وجود دارد. اما نکته کلی و تصویر کلی این است که بازرسان آژانس می توانند وارد ایران شوند و در ایران حضور داشته باشند. این توافق به تعبیری تکمله به قانون مجلس است. قانون می گوید آژانس به هیچ تأسیسات یا اطلاعات پروتکلی دسترسی نخواهد داشت. حالا با توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی، ایران دوربین های تأسیسات هسته‌ای را خاموش نمی کند و به اندازه 3 فیلم های دوربین ها را نگه می دارد بدون هر گونه دسترسی آژانس و اگر تحریم ها لغو شد آنها را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می دهد. بر اساس این بیانیه قانون مجلس اجرا میشه، ما به پروتکل الحاقی از 5 اسفند ماه متعهد نخواهیم بود، ولی در ارتباط با فعالیت های صلح آمیز ما یک نظارت هایی هستش که اون نظارت ها جدای از اون بر اساس یک چارچوبی صحبت شده که انجام میشه. البته مجلسی ها که این قانون را نوشتند و تصویب کردند میگویند هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است و هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس مستلزم رأی‌گیری مجلس است. ما در مجلس مصمم هستیم که اجرای قانون یعنی توقف کامل پروتکل و دسترسی ها و همه موضوعاتی که در قانون پیش بینی کرده و هر گونه دسترسی بیش از پادمان در حقیقت ممنوع و غیر قانونی است و طبیعتا ما هرگز تخلف از قانون را هم نمیپذیریم و بر اساس مصوبات مجلس امورات رو پیگیری میکنیم. بر این اساس اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع مردم ایران در توافق بین ایران و آژانس مکتوب شده و تاکید دیگری است بر همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. آقای کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم امروز با تاکید بر قصد جمهوری اسلامی ایران برای اجرای بدون تنازل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفته، در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است. حالا همزمان با توافق ایران با آژانس برخی ابهامات و سوالات هم وجود دارد. بنابر بیانیه‌ای که بین ایران و آژانس انجام شده، فرصت 3 به آمریکا داده شده که تحریم‌های خودش رو لغو کنه. آیا این مغایر با قانون مجلس نیستش؟ ما فرصتی به ایالات متحده ندادیم. آنچه که انجام شده یک بار دیگه عرض می‌کنم، در چارچوب مصوبه مجلس است تماماً. علاوه بر این فضاسازی‌های هم از سوی مقامات آمریکایی صورت گرفته. از جمله مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیشب ادعا و اتهام جدیدی به ایران زده. بله، ما شروع به ارتباط با ایرانی‌ها درباره این مسئله کردیم و در مسیر پیش رو به این کار ادامه خواهیم داد. و پیام قوی ما به ایرانی ها این خواهد بود، ما این گزاره طولانی مدت را که آنها به حبس غیرقانونی و ناعادلانه آمریکایی‌ها ادامه خواهند داد نخواهیم پذیرفت. این خبر از سوی مقامات کشورمان تکذیب شد، اما به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها این روزها می‌خواهند از هر بهانه یا از هر بیراهه‌ای خودشان را به میز مذاکره با ایران برسانند. اما چنان که ایران بارها اعلام کرده، تنها پای میز 4 به علاوه 1 می‌شود یک صندلی برای آمریکا اضافه کرد و آن هم یک شرط قطعی و روشن دارد. بنابراین تمام تحریم‌ها که در برجام پیش‌بینی شده بود که باید برداشته بشه، به اضافه هر تحریم دیگری که بعد از برجام اینها برقرار کردن در دولت‌های ترامپ و به اضافه هر تحریمی که برچسبش عوض کردن، عنوانش عوض کردن، همه اینها باید برداشته بشه تا ما به هر حال برسیم به نقطه‌ای که بگیم تحریم‌های که خواسته ما در
برجام تأمین شده. حالا اگر تا 3 ماه دیگر طرفهای برجامی ایران به تعهدات هسته‌ایشان باز نگردند، گام بعدی این است که دولت باید گزارش این موضوع را به مجلس بدهد و بعد خانه ملت درباره آینده برجام تصمیم می‌گیرد. بنابراین دوای بقای برجام در این 2 عبارت کوتاه است: لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی آن از سوی ایران. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.